إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم مسلمانای محترم الله متعال در این آیه مبارکه می فرماید که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان قو وقایه کنین شما انفسکم نفسهای خود را و اهلیکم و اعضای خانوادهتان را نارن از آتشی که وقود و حناس و الحجاره در گران از یا هیزم از انسان ها و سنگ هاست علیها ملائکت غلاظ موظفین ای دوزخ که است ملائکه های هستند که بسیار سخت دل هستند شدادون بسیار تندخو هستند لا یعصون الله ما امرهم هیچ وقت نافرمانی الله را نمی کنند در اوامرش یعنی وقتی که الله متعال برشان بگوید که برازی دوزخی ای انواع دوز عذاب برشان برسان دگوان دلشان می سوزن و نه هم سستی و تنبلی می کنند و نه هم نافرمانی الله را می کنند و یفعلون و انجام میتن ما یؤمرون آن چیزی که امر شدن یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو قو تاسو و ساتی انفسکم خپل نفسونه خپل زانونه و اهلیکم او دخپل دلاس لانده کم خلق چه تاسو کورنی دی دخپل دکورنی غره نارن ده داس ورن دوی و ساته چه وقود و حناس و الحجاره چه ده هزم یا حق شای چه داور باقا بانده یا تیگی انسانان دی او تیگی دی علیها ملائکتون پدغه دو زخ بانده ترقم مخلوقات معذف دی ملائکی دی دا ملائکی ترقم صفت لدی غلاظون سلور قسم صفتون لدی اول صفت داده چه دی دوی زرون دیر تینگ و سخت شدادون او دیر تندخوی دی دیر تیز دی دریم صفت دوی داده چه لا یعصون الله ما امرهم کلش الله دوی تا عمرو کی دوی دی الله دی امرنا مخالفت نکی اتسش الله ارتوائی چه دی دوزخی انسان دپاره ده عذابو نوار که دوی دی اغا مخالفت نکی و یفعلون ما یؤمرون او هر امر چه دوی دوسی اغا کار سر ترسیوی در اینجا موضوعی که امروز سرشان بحث بکنیم یه است که انسان مسلمان هم خود و هم اعضای خانواده خود خانم خود دختر خودم، خواهر خودم، مادر خودم
به سر خودم، سنوی خودم، اگر سنش کلان است نواسه و یای خودم، الله میگه شما اینا را از آتش دوزخ محافظت کنید و قایه بکنید. امروز خطرناکترین چیزی که مسلمان ها درگیر هستند و خدا هم مستحق عذاب الله می سازند و اعضای خانواده خدا هم می سازند، وسایل تکنولوژی هست، رسانه ها هست، رسانه های اجتماعی هست، فیسبوک هست، تلگرام هست، تویتر هست. پس موضوع خود به امروز ما و شما درباره رسانه هاست. این وسایل و رسانه ها حلال هستن یا حرام، جایز هستن یا ناجایز، استفاده بکنیم از یا استفاده نکنیم. در اسلام که هست موبایل میگن یک ظرف است. ظرف چی حکم داره؟ در قسمت ظرف ما ایرا حلال و حرام گفته نمیدانیم. مثل که گلاس آب ما حلال و حرام گفته نمیدانیم، گلاسه. همی قسم موبایل ما نمیتونیم ببینیم که حلال است یا حرام. خیلی چه وقت حلال میشه و چه وقت حرام میشه؟ علمایی میگن که به حساب مظروف. مظروف چی است؟ که در این پیاله که آب باید بنوشی، در این گلاس آب مینوشی و یا شراب. اگر آب نوشیده شوه حلال است، و اگر در بین از پیاله شراب نوشیده شود حرام است. پس خود ظرف حلال است یا حرام نظر به مظروف و نظر به چیزی که استفاده میشه. از این وسایلی که امروز هست، اگر از این وسایل ما مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده بکنیم، یکی از وسایل خوب تعلیم و تربیت هست، یک معلم است. موبایل یک معلم است، موبایل یک استاد است، موبایل یک رهنما است. موبایل اگر مثبت استفاده شود، تو میتونی که در موبایل حافظ قرآن شوی. اگر از موبایل درست استفاده شود، تو میتونی که مفسر قرآن شوی از طریق موبایل. درس هایی که اگر شما در یوتیوب برین و در اونجا انتشارات پیام حق برین و نام مرا نوشته کنین که استاد عبدالظاهر دایی، 138 درس عقیده برات میاد. توسط 138 درس عقیده که برای تو 138 ساعت نیاز داره، 138 ساعت از تو وقت میگیرن. این درسی هست که ما او را در 20 سال یاد گرفتیم. پس این موبایل خوبیش اینی هست که او درس را که ما 20 سال یاد گرفتیم، تو میتونی او را در 2 ماه یاد بگیری. و در روز قیامت هم این موبایل سر تو سند است که باز کسی بگوید من جاهل هستم، من نمیفهمم، من بی خبر از دین هستم، من بی خبر از عقیده هستم. این موبایل مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بود که در آخر زمان در وقت این دین الله متعال خانه به خانه داخل میکنند. و امروز خانه به خانه دین داخل شده. اگر در اینجا در گوگل بری و نشته کنی سلطانز sultans.org، ترجمه قرآن عظیمشان به تمام زبانهای دنیا برات می آید. به تمام زبانهای دنیا قرآن عظیمشان ترجمه شده.
صحیح البخاری و صحیح مسلم که ما و شما تابان بسیاری کسا رویش ندیده، حتی به زبانهای انگلیسی و فرانسوی و زبانهای اروپایی و افریقایی ترجمه شده است. اگر یک جوان مسلمان میخواه که مسلمان باشه، آیا الله سرش حق نداره که ای هم یک فیسبوکی به نام اسلام داشته باشه؟ یک فیسبوکی داشته باشه که برای مردم بگه که من این فیسبوک من میخواهم که برای کل مردم دنیا اسلام برسم. پس از طریق این موبایل بسیاری کسا اولاد خود از سن طفولیت، از 3 سالگی و 4 سالگی برش برنامه ها را جور کردن. وقتی که بری در خانه بسیاری از عربایی که دیندار هستن، میبینی که برای طفل خود پروگرام وقت برنامه ساخته و او را برش روشن میکنه. طفلش از اول میایه کلمه را برش یاد میده، نماز یاد میده، عبادت یادش میده، عقیده را یادش میده. ما مردم افغانستان مشکل ما چی هست؟ هر وسیله که آمده در اینجا از او استفاده مثبت نمی کنیم. برای بعضی کسا موبایل وسیله شده که ایره کافر ساخته. کسایی هست که کافر شدن، نعوذ بالله، از طریق چی کافر شدن؟ به خاطر از این که وقت موبایل میگیره یک کسی به ضد اسلام تبلیغ میکنه و قرآن رد میکنه و پیغمبر رد میکنه و این شخصی رو چی میکنه؟ لایک میکنه. لایک چی مانا؟ امیل اگر بر یک نفر یک ورق برد بته و نشته کنه که تو یک لک از پیشش قرضدار استی و تو همی 60 تا بچسبونی و ایره در محکمه ببر، از پیش تو یک لک رو پیه میگیره. حال بایومتریک که میشه همی انگشتار رو نمیگه که باین نمیگه. الله متعال میگه بلا قادرین علی، الله میگه الله متعال قادر است که امی بنانه انسان کس، میگه امی انگشتا انسان کس، امی خطای زیر هم دوباره چی کنن؟ به مشکل اصلیش بگردانن. چرا؟ در دنیا ثابت شده که این امی انگشت انسان که هست، ای انگشتا که هست، امی خطا و ترایزی از 2 نفر یک قسم نمی باشن. الله متعال میگه ما قادر هستیم، قدرتمند هستیم در روز قیامت امی خطهای انگشتهای تو را هم دوباره پس به حالت اولیش بگردانیم. ای اعجاز علمی قرآن از این مشان است. حال شما که با امرای انگشتتان اینجا لایک میکنه، به این معنا هست که وقتی او کفر میگن، میگن کفر درست است و تایید کفر کفر است، تایید شرک شرک است، تایید جنایت جنایت است. بعضی کسا چی فکر میکنه که کفر خوب گفته در غیبت؟ بعضی کسا غیبت میکنه و جانب مقابل ازی که در مقابل شیشته این دیگه قرار گوش گرفته میره و به این معنا هست که خوب گناهگاه شد، غیبت خوب کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که المستمع احد المغتابین، کس که غیبت گوش میگیره این هم یکی از 2 غیبتگر است، یعنی عمو گناهی که بر ازو داده میشه که گپ غیبت میزنه، عین گناه بر تو داده میشه که غیبت تو مشنوی. وقتی این نفر سخن کفر میگه و این سخن کفر عزیز خودت میشنوی و یا لایک میکنی و یا شیر میکنی برای دیگران روانش میکنی، در حقیقت در کفر داخل شدی. بسیار کسا باشن که در روز قیامت بخیزن و خوب آمد حرکت میکنن، روان است، کجا بخیر؟ طرف جنت برم. او برش میگه خب عقیده تو فقیلی ابو جهل بود، عقیده تو خوب و عقیده ترامپ یک چیز بود، عقیده تو با عقیده کافرها یک چیز بود،
اگر او کفر میگفت تو کفر تایید میکردی، تو را لایک میکردی. لایک چی مانه؟ یعنی من هم امی قسم میخواهم. لایک چی مانه؟ I like water، من آب میخوایم. وقتی که کفر تایید میکنی یعنی I like کفر. اذا کنت لا تعلم فذاک جریمتن. شاعر عرب میگه و این کنت لا تدری فذاک جریمتن، اگر نمیفهمی این کار میکنی این جرم و جنایت است. و این کنت تدری فالجریمت اکبر، اگر باز میفهمی این کار میکنی جنایت تو خو بیخی بزرگتر است. باز میتونی بگی که من نمیفهمم؟ این را میفهمی که چرت و تلای بی والا اپریشن میوکه. اپریشن چه بانه؟ عملیات میوکه. اپریشن بانه پیگی گیت کلاو که پده بانه پیگی چه دروازه خلاصه که تم را چه زردی؟ انگلیسی کلمات ها شیخ بیانه پده بانه نپیگی چه لایک چه مانه یعنی غختل. اگر کفر وی تو ورت تاکید که چه او زمم دقیقه کفر غوارم. اگر قرآن تو توهین کهی ته ورطا لای کهی چه و زهم ریختیا داشت ای غارم بپده که اعتبار است چه تو کوهی زنه پیگر. ولا این سألتهم الله متعال سوهی و اگه چهر دقا بیدینارونه لدقا خلقونه چه کافریگی که چهر دوی پر اسلام بانده رشخندی کهی، پا اسلام بانده توکه و گپ لگهی، پا قرآن بانده گپ لگهی، پا پیغمبر بانده گپ لگهی، پا اصحاب و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بانده گپ لگهی، بیا که چیره لدوی نه پخته نوستی چه دا کار دیوالی میوکه. بیا وایش چه لیا قولون اینما کننا نخوض و نلعب، من خود توکه کول، من خود گپ لگه، من خود امدز ساد تیره. قول اید رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی تاویا عبالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا تاسو پا الله بانده گپ لگوی؟ دی الله پا آیاتو بانده پا قرآن او پا سنت او پا حدیث بانده تاسو گپ لگوی؟ و رسوله تاسو دی الله پا رسول بانده گپ لگوی؟ قد کفرتم بعد ایمانکم لا تعتذروا، عذر مکوی، قد کفرتم بعد ایمانکم، تاسو پس لایمان کافر سوی. امام ابن جریر طبری رحمت الله علیه تفسیر بسیار معتبر داره که این تفسیر از این 11 قرن قبل نوشته شده و این تفسیر بالمعثور میگه که اقوالش کلی تفسیر که سیل کنی امام ابن جریر طبری روایاتش از کجا هست؟ از رسول الله صلی الله علیه وسلم و اقوال صحابه را نقل میکنن و اقوال تابعین و تابع تابعین را نقل میکنن. ما بسیاری وقتا که درس تفسیر میتم اول به تفسیر طبری مراجعه میکنم، به تفسیر خود. در شأن نزول ای آیت شریف علامه ابن جریر طبری رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه یک کسی بود وقتی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام از غزوه حنین برگشت. بعد از فتح مکه 18 روز بعد غزوه حنین شد. صحابه کسایی که نو مسلمان شده بودند، کسایی که 10,000 از مدینه آمده بودند، چند هزار دیگه که در اینجا مسلمان شده بودن، کل از یه حرکت کردن رفتن به منطقه حنین. وقتی که منطقه حنین جهاد شد، معرکه ختم شد، پس مسلمان ها دور خوردن و میگه امام ابن جریر طبری رحمت الله علیه که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای قافله و کاروان مجاهدین مسلمان ها میگه که ما شما اینجا اصلا توقف کردیم، ما اینجا یک ساعت توقف میکنیم.
و میگه عادت رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بود که وقتی در یک جای توقف میکردن، باز هم صحابه و هم رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن عظیم الشان قرائت میکردن. و در زبان عربی کل من یقرع القرآن فهو قارئ القرآن، هر انسان چه قرآن تلاوت کیدی تا قاری ویل کیگی، او حافظ حق تا ویل کیگی چه به مکمل حفظ کردی. نو کله چه وای دوی دلتا که نستل او قرآن تلاوت کهو، پا دی وقت که دلتا وای او نپار چه دوی سر جهال تا هم تلی، دوی سر غزبه کم اونجا در غزبه هم اشتراک کرده، آلیی که برگشته استاد از دیگه آل مزاق کرده میده، یکان تا خوب دیندار است، خوب مزاقی هم است، میگه در خیلی دیندار هم در خیلی دیر گپ هم لگه دی، خود دیر خیلی کابر هم کیگی، دیر خیلی مرتد هم کیگی، در چه گپ دیر لگه دی. وقتی اینجا نه یک کس دیگر هم میگه که او قاریار هم میبینی که قرآن شریف میخوانه، برش میگه چی کده؟ سال میکنه که کی قرآن میخونه؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب چی کردن؟ میگه یا کس سعی کن شکمایشان کلان کلان نان زیاد میخورن، در میدان جنگ پس پس میرن، دوده دیری خوری، خیرت غطی غطی دی و معرکه که روز تور سر شاعت زن که دابل انسان ارتوائی چه این منافقه تی رسول الله صلی الله علیه وسلم او در رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو تی داست اصحابو تی داستی خبره که تو به رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحابش اقسم گم بزنی، اقسم استهزا میکنی، اقسم توهین میکنی. ای صحابی مبارک بر از این نفر گفت که ای گفت که تو میزنی تو خود منافق هستی، آدم مسلمان جرعت میکنه که برای پیغمبر الله و به اصحاب رسول الله توهین و تحقیر بکنه. امام ابن جریر طبری رحمت الله علیه نوشته میکنه میگه این شخص گفت که صبر کن من میرم آل بر رسول الله صلی الله علیه وسلم ای گفت را خبر میدم. و میگه پیش از این که دیگه صحابی روایت میکنه که پیش از این که صحابی بره و گفت از این شخص بر رسول الله صلی الله علیه وسلم قصه بکنه، پیش از اون میگه چی شد؟ پیش از اون میگه جبریل امین علیه السلام وقت رسید و بر رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر داد که اینمی انسانی که مسلمان بود در غزوه حنین اشتراک کرده بود به خاطر توهین و تحقیر شعائر الله که صحابه و رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند ای کافر شد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم نفر خبر داد که تو کافر شدی. صحابی دیگه میگه ما دیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار غضبناک است و سر شطور خود سوار شد و حرکت میکرد و امی شخصی که مزاق کرده بود، رشخندی کرده بود، توهین کرده بود با مقدسات، میگه امی شخص خود در کمربند شطور رسول الله صلی الله علیه و سلم آویزان کرده بود. در سر شطور یک پالان میباشد، کمر شطور هم تو شخ بسته میکنه، میگه از این محکم گرفته بود و از زیر صدا میکرد یا رسول الله انما کننا نخوض و نلعب. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما خو مزاق میکردیم، ما خو ساتیری میکردیم، ما خو رشخندی میکردیم، ما خو چوکه کوا، ما خو گب لگوا، دستی می گب لگوا، دستی چوکه میکوا، زلکی می دا خبرم نموشیز دا کار بکم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم از سر شطور برش میگفت که ابالله و آیاته و رسولی کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم. ازر مزر نسته کافر سوی مرتد سوی لسلام نووته
قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی تو مسلمان وی ایمان دی در لوده، خب پدغر تو که بانده تو کافر سوی. آل ازی ما چی درس بگیریم؟ ازی درس میگیریم که بعضی کسا، یک روز یک کسی بر من شکت در مسیح، استاد یک حدیث برات روان میکنه، من منتظر بودم که آلی شخص بر من یک حدیث از صحیح بخاری یا صحیح مسلم، یک سخنی از سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم روان میکنن. چند دقیقات که شد سهل میکنن فکاهی روان کرده. من برش گفتم که بسیار خوب فکاهی روان کردی، خب کافر هم شدی، گفتش مرتد شدی، تو سر حدیث رسول الله صلی الله خند میزنی، برای من میگی من برات حدیث روان میکنم، و حدیث در افغانستان وقتی که گفتم میشه این رو باز قیاس نمیکنیم که بگویم به زبان عربی، درست از در زبان عربی حدیث گپ میگه، لکن وقتی در افغانستان ما و شما وقتی که یک کس میگه من برات حدیث رایی میکنم، اینجا مستقیما معنای مقصدش همین است که حدیث کی روان میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. منتظر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو سر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خند میزنی؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، فکایت روان کردی لکن کافر شدی، از دین اسلام مرتد شدی، آخر زمان خطرش اینمی هست. اگر در موبایل توجه نکنی و هر کفریات و هر شرکیات و هر جهل را که هر کس روان کرد و تو رو تایید میکنی و شیعر میکنی و دیگر روان میکنی، در اینجا به این معنی میشه که الرضا بالکفری کفر. علما میگن کسی که با کفر راضی شد، فلانی نفر برات گفته شد ولا فلانی نفر کافر شد، بازی بگه خوب شد که کافر شد. این کلمه کلمه کفر است. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه یک نفر یک کلمه از زبانش خارج میشه به او توجه نمیکنه، تا ترین جای دوزخ جایش میشه با یک کلمه، با یک حرف، با یک جمله. اینال بسیاری کسا کافر شدن لیکن میگه من نمیفهمم. چرا نمیفهمی؟ در کدام مغاری کو زندگی میکنی؟ در افریقا در کدام مغاره زندگی میکنی که اونجا نبرا تو پیغمبر رسیده که رسول الله صلی الله علیه میگه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمیکنیم تا زمانی که بر از اون رسول نفرستادیم. وقتی که الله رسول فرستاد یعنی سنعذبهم اذا ارسلنا رسولا، وقتی که ما پیغمبر فرستادیم با سوینا شنیدن، قرآن شنید، حدیث شنید، درس عقیده را شنید، موبایلش و خانهش و کتابش کلش از درس دین پر است، باز بعد از او چی میشن؟ اگر برش گپ بزنی باز شیطان در بین دلش داخل میشن. وقتی برش بگی اینی عمل شرک است، اینی عمل کفر است، اینی عمل تو را از دایره اسلام میکشن، باز شیطان میده دلش آستای که برش میرسانه که ایگه پارخ وحابی ها میگه. آیه ای قرآن یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، آیه کلام الله نیست؟ آیا تفسیر طبری که 12 قرن قبل نوشته شده از امام طبری بیشتر از 10 قرن قبل است دیگه، من تاریخ دقیقش فکرم نبود که براتون بیارم، شما سهل کردین ببینید که چقدر تاریخ قبل داره. آیا 10 قرن قبل وقتی که امام طبری این حدیث ای شان نزول از این آیات قرآن بیان میکنه که فلانی شخص در اینتون چیز کافر شد و از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنه، آیا ابن جریر طبری رحمت الله علیه وهابی بود؟ و آیا تو که سر کلمه وهاب رشخندی میکنی آیا نمیفهمی که الوهاب از 99 نام الله که در قرآن ذکر شده یکی از نام های الله الوهاب است؟ چرا؟ به خاطر که انگلیس است. انگلیس نام الله را هم برای ما چی میکنه؟
او خو استهزا میکنه، علی هم استهزا میکنه، او خو انگلیس است. انگلیس چی میکنه؟ وقتی که دیندار بودی، اوهو شما اکستریمیست هستین، شما چی هستین؟ شما افراطی هستین. خی انگلیس جان چطور کنم که افراطی نباشیم؟ از انگلیس پرسان کن، انگلیس چی کنم که من افراطی نباشم؟ به سنت رسول الله عمل نکو، تو وسطیت داری. بسیاری کسا را میگن فلانی بسیار میانه رو است، بسیار میانه رو است و فلانی افراطی هست. کی افراطی است؟ کی میانه رو است؟ اونو میانه رو خو، اونو شیخ الحدیث است که ملای خود بر امریکایی قات میکنه، باز میره بر از اون سر خود خم میکنه. شیخ الحدیث صاحب در امریکا رئیس جمهور تا ملاقات قبل ملای ورتقات کرد. اینی باز چی هست؟ باز میگه این شیخ الحدیث میانه رو است. این اصطلاحی که کسی اسلام مسلمانه، اسلام تقسیم میکنه به نام اسلام افراطی، اسلام فاندیمنتالیست، اسلام اکستریمیست، اسلام افراطی، اسلام بنیادگرا، اسلام وسطیت، این تقسیم تقسیم انگلیس است. و کسی که اصطلاحات استعمال میکنه این شاگرد انگلیس است و دشمن کتاب الله است. چرا کتاب الله میگه که وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام غزوات شراکت، وقتی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام سریه ها اشتراک کردن، وقتی که جهان فتح کردن، با وجود عظمی هم الله متعال بر از اینا گفت کنتم امتا وسطا، شما امت وسط هستید. اگر کسی کتاب الله را و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم الایمان و بدعان و سبعون شعبتن، ایمان هفتاد چند شعبه داره، اگر هفتاد چند شعبه ایمان یک انسان عمل میکنه، الله متعال در قرآن میگه که تو امت وسط هستی. اگر کسی باز ایره میگه که این افراطیست، به این کافر شده. اگر کس میگه که این شخص مسلمان که هفتاد چند شعبه ایمان تطبیق کرده، این انسان تروریست است، خودش کافر است. اگر میگه که این انسان اکستریمیست است، خودش کافر میشم. اگر کسی میگه که این بنیادگرایی است، این قرآن بنیاد ایمان است. و کسی که سر از این توهین و تحقیر میکنه، خودش از دایره ایمان خارج میشه. برش میگیم که لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. این ما بخاطر چی میگیم؟ بخاطر از اینکه امروز وقتی اینجا خطبه داده میشه، این خطبه یک مسجد نیست، این خطبه است که مستقیما اروپا و امریکا و استرالیا کلش کل از اینا ایره میشنوند، کلش میبینه. تا ای که باز اینا نگوید که ما نفهمیدیم، ما خبر نداشتیم، ما اصطلاحات هم میگفتیم. الله متعال به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم منشان کرد، گفت یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. علمای تفسیر میگن کلمه راعنا و انظرنا چی تفاوت داشت؟ یک کسی وقت رسول الله صلی الله علیه و درس میداد، به طرف این طرف که سعی میکرد، یک تیز صحابه میفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم انظرنا، به طرف ما هم یک نظر کنین، ما هم یک سوال داریم، یک پرسان میکنیم. یهودی ها ایواز انظرنا راعنا میفتن. راعنا چی مانه؟ یعنی ما را هم مراعات کن، به طرف ما نظر کن، ما تا مگورم. راعنا منگ هم مراعات کن، به انظرنا که هست ادب است. ادب است با کی؟ با محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. در راعنا که هست
یکمک بی ادبی، زیاد نیست. از نگاه زبان شناسی عربی اگر یک کس میگه که امی نوبت بیدر مراعات کن، اقدر زیاد بی ادبی نیست، یکمک بی ادبی داره، یعنی که تو مراعات نمی کنی. الله متعال میبینه، مشنوه، سمیع هست، مجیب است، قریب است. بعضی از صحابه امی گپای یهودی ها را که مشنوه، یک چند تا صحابه هم کلمات استعمال میکنه، یا رسول الله راعینا، الله متعال برشان از عرش حکم میاره که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اگر شما مسلمان حقیقی هستین، کلمات کافرارا یهودیایی که دالین هستن و دشمن الله و رسولش هستن، ایره استعمال نکنین. این کلمات از کجا میشه؟ یک وقت یک خانم از آلمان زندگی میکنه، نامش را نمیگیرم به خاطر از اینکه میره بسیار جای پاک است، اینجا آدم نامای پاک پاک بگیره. فهمیدیم یک کلیپ نشته کرده بود، من میگم ملا ظاهر دایی، ملا ظاهر دایی وهابیست. خب من عادتا اگر کس را انتقاد بکنه، من انتقاد از رو با بسیار دقت گوش میگیرم، با بسیار دقت گوش میگیرم، میشنوم که باشی سر من چی انتقاد کردن. راستی اگر غلطی داشته باشم، با کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین توابون، اگر غلطی داشته باشم، اشتباه داشته باشم، بفهم خدا اصلاح بکنم. البته خانمم کدام غلطی مرا دیده که آل سرمه بسیار قار است و سرمه کلیپ پر کرده و به اینترنت انداخته. خب اینه کلش شنیدیم. میگم ملا ظاهر داهی وهابی است، این نوکر وهابیا هست، این خدمتگار وهابیا هست، این سلسله وهابیا هست. خب همشیره جان وهابی کی هست؟ حالا خودش میگن شما وهابیا را میشناسین؟ پرسان در کلیپ خود میگه که وهابیا کسایی هستن، سکو معرفی میکنه، میگه وهابیا کسایی هستن که 14 قرن قبل آمدن، حکومت پدرای ما که یزدگرد بوده ایران، این حکومت ها را سقوط دادن و پدر کلانای ما را و حکومت های ما را سقوط دادن و از بین بردن. و اینجا باز بیرق نمیگه که بیرق لا اله الا الله را بالا کردن، بیرق عربا را باریک بالا کردن. اوه فهمیدم که الحمدلله که من در خط سیر و صحابه روان هستم، شکر که من نوکر عثمان هستم که لشکر خود در کابل افغانستان روان کرد، شکر که من نوکر عمر فاروق هستم که امپراتوری روم شکست داد، امپراتوری فارس شکست داد و امپراتوری روم تکه تکه کردن. الحمدلله، الحمدلله. اوه اصل گپ خو اینجاست، اصل گپ خو اینجاست. خب آل برادر، وقتی جهاد کردی تو را تروریست میگن، وقتی که جهادی که در قرآن است او را تروریسم میگن، وقتی که مجاهدی که الله او را فضیلت داده او را تروریسم میگن، وقتی که ریش و حجابی که الله او را فرض کرده او را افراطی میگن، وقتی که توحید الله را بیان کنی، شرک رد بکنی، تو را دشمنای الله در اروپا و در آلمان و در امریکا وهابی میگن، پس آیا برای تو مسلمان اجازه هست که تو هم مثل مرغکای بیعقل از پشت سر زیاد تکرار کنی، برای مسلمانی اصطلاحات استعمال کنی؟ یک روز دکتر ایاز گفت یک استاد داشتیم در یک جای بود، گفت یک کس مردمای مدینه منوره را علمایش گفت وهابی میگفتن، میگی استاد ما گفت والله انا استحی، گفت ما حیای میه که ما با یک کسی که در پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم درس و تعلیم کرده و وحدانیت الله را بیان میکنه، ما اتو کلمه را که برشان کافرها استعمال میکنه ما هم استعمال بکنم. چه
چیز را که الله خوب میگن تو را زشت بگویی. گپت با کی تکر میکنن؟ گپ با کلام الله تکر میکنن. و این خطر رسانه هاست برادرای عزیز که اگر کسی متوجه نباشه و بسیار سادگی بسیاری کسا را کافر و بیدین میسازن. در رسانه میشینه او مردم آیات قرآن را سیر کنین. اینه در ای آیات قرآن میگه که مخمسه چی است؟ گوشت خوک حرام است، آسه ای سرام است. اما اگر مخمسه بودی 14 سال ایملاها مردم بازی دادن، گفتن که در حالت استرار و مخمسه ای است که گوشت خوک بازو وقت اگر روح در اینجا رسید و میترسیدی که میبرم باز اگر گوشت حرام هم بود بخو. نهی بیادر، تو که معاشت کم است، تو در مخمسه هستی. گوسفند چی نگاه میکنی سال یک چوچه میتن؟ خوک نگاه کن که 12 تا چوچه میتن. و این انسان به نام چی؟ قرآن شریف پیش روی خود میمانه و آیات قرآن چی میکنه؟ قرآن خود لفظش تحریف کرده نمیتنه، لکن معنایش چی میکنه؟ تحریف میکنه. و باز اینمی نفر که امی گپای کفری را گفته میره، باز اینجا که ساید پایانش را سهل کنی، باز نشته است عبدالله لایکش کردن، یعنی عبدالله کافر. باز نده که سا میگیم تو باش که در تبلیغ از چند تا کافر شده، محمد ابراهیم کافر، محمد خان کافر، گل زمان خان کافر، زمان گل خانش هم کافر، عبدالوحید خانش هم کافر. اینه سید، او یک نفر 300 نفر چی ساخت؟ کافر ساخت. از این خاطر الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، اول خود وقایه کنین و اهلیکم و اعضای خانوادهتان نگاه کنین. بعضی اوقات است یکی از چالای شیطان چی هست؟ چال شیطانی هست که شیطان پلان شمی هست که گناه را عادی میسازه، عادت یک هست میشه. یک نفر که بیکار مان امی قسم کرده میره و اینجا زنای برهنه برش میه، مردای برهنه برش میه، فیچیدای برهنه است. تلویزیون در خانه خود آوردن بوده چالان کردن، دخترش خانمش قرار اما تلویزیون نشیشتن، مردای برهنه کشتی کج میه، بازو که در کشتی کج و در کشتی وی گپاک آمد، یک لباس میپوشه که تمام اعضای بدن از او را نشان میده. بازی قرار کت خانم خود امیستون از امی سایل دارن و امو برهنگی از مرده کرا سایل میکنن، در پیشانی از این مرد دلوس نوشته میشن. الله میگه ما بر گفتم اینا را وقایه بکن. چه قسم وقایه بکنم؟ وقتی که دیدی که در تلویزیون کشتی کش است، تلویزیون قیل کرده دید در زمین میده میدهش کنم ارزو پردش بانک یک چهار روزش تکای گریان کنه، روز پنجم بگو مرد گورش کردم. اما قسم که پدرم گور کردم، تلویزیون هم گور کردم، سر پدرم هم خوش ما گریه میکردم، یک چند سر از این هم فاتیه ایشه بگیرین، از این هم گلمش را جمع کنیم. اینه را میگن که من را آمین کن من کرم فلیغیر هو بیدیه. وقتی که دیدی که در اینجا سایت های کفری هست، چیزای کفری هست، فلیغیر هو بیدیه، با دست آجل دلیتش کن و سنش کن و چی کن و به خاطر ازی که این وسیله دعوت شوه، فیسبوک ها و چیزای اسلامی جور بکو، به نام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم جور بکو و به مو اندازه که یا دشمنی خود با الله و رسولش میکنه، به مو اندازه تو همین چیزا را جور بکو که تا یا بفهمن. یک وقتی سایه گرفتن گفتن بهترین همون نامی که سعی کنی کافرها چی خشید میکنن، گفتن اون نامی که در کل دنیا بسیار زیاد گذاشته شده یس کی هستن. وقتی که سایه گرفتن که هر مسلمان که سعی کنین پیشروی نام خود نام محمد هم گذاشته، محمد رحمان، محمد اسلام و محمد رسول و محمد کریم و محمد فتاح و محمد فلان فلان فلان، یا که سعی کردن که محمد 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 محمد، گفتن نام محمد صلی الله علیه و سلم امروز برترین نام ها در تمام نام های بشریت است. هیچ نام دیگه به اندازه از این نام نبود. پس کاری بکن که الله از پیشت راضی شد. بسیاری وقتا گناه ها هست برادر، اینمی چشم انسان که هست. الله میگه یا ایها الذین آمنوا، در آیت دیگه الله متعال میگه و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ای مسلمان ها، ای جوانای مسلمان ها، چشم پوشی بکنید. بعضی کسا اگر یک دختر دید بازگر شیخ سر دیگه چه این خدا میخواست نمیگیره، چرا تو کردی؟ حالا اونجا یک زن روانه است و هم با حجاب، بازم موبایلش کی زنه کرده که قرار میرخصه
باز اگه پیشروی خود گرفته اگه باز هر رو گک زدن میرن تریبش گناه معلوم نمیشه. بسیاری کسا دروغ میگن. سلام علیکم. بس رو بس خواه چی گفت؟ چی ریه؟ خودش اینجا قرار دایی چوک کوتی سنگیست خب؟ چی ریه؟ دی مزنگ دقیقه باغواش داره. ای دروغ نیست؟ الکاذب و عدو الله دروغگوی دشمن الله هست. آیا در موبایل دروغ نیست؟ بسونه سهل میکنن خندام میکنن کلگه خودم شور میده. مفتم برای ما چی کلگه شور میدی؟ لبدگی هم میکنی مرا میخوای که ما هم تایلش کنم. خود دروغگوی خوشیدی. دروغ چی بچ اشاره چشمم که تری اشاره کنی دروغ بگویی با چشم با اشاره هم دروغ میشه با زبان هم دروغ میشه با نوشته هم دروغ میشه و با موبایل هم دروغ میشه. تو خونه است که نه والا باید برای دروغ فقط که خرید و فروش گفته اشتراک مجلس باید هر دو ما در یک مجلس شده باشیم. اگر او در اروپا باشه تو در اینجا باشه دروغ بگوی دروغ است. و بسیاری کسا را میبینی پیش روی دروغ گفته میره. از این خاطر برادر عزیز آخر زمان خطرش در اینمی هست که در آخر زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه یصبح المرء مؤمنا و یمسی کافرا. صبح مسلمان میباشه دیگر کافر میشه. دیگر مسلمان میباشه صبح کافر میشه. سبایی مسلمانی ماخام تا کافریگی. ماخام تا مسلمانی سبایی کافریگی. ولی دا انسان دستی کهگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول الله صاحب دخبل زرنا دخبل خیرتنا دخبل گیرنا نگیگی و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. الله و اجدا رسول صلی الله علیه و سلم کما خبر چگی صحیح حدیث ده الله وحی ده. چی میکنن؟ چرا صبح مسلمان میشه دیگر کافر میشه؟ به خاطر که وسایل خطرناکی که ایره در دامان کفر میپرته ای زیاد میشه. تبلیغات کفری زیاد میشه. اینمی اگر شما برین در هر فیسبوک در هر سایت چک بکنی اگر 10 تا از این مسلمان است 90 تا از این کافر است. در قرآن گفته ظلمات و نور. ظلمات چیست؟ راه های کفری و غلط بسیار زیاد است. راه های دینداری بسیار کم است. انسان دینداری که دین دعوت بکنن بسیار کم است. اکثریتش انسان در چی؟ در فسق، در فجایع، در گناه، در غلطی، حتی در موبایل قمار ساختن. اگر پاس 10 سال پیش هم ریش سفیده را پرسان کنیم اگر یک کس کمسایی بازی میکرد دانه یکای کمسایی تو شش خانگک داره باز کلوت نقطگک ها داره. اگر این یک کس میکرد میگه فلانی نفر کمسایی میزنه قمارباز است بچهش لچک است آیت قرآن مخالفت کرده. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس این چتل است قمار است عمل شیطان است فاشتریبو از این شناب آل فعلا امی کمسایی را آورده به نام لدو در بین موبایل. باید یک سعی کنید ریشه خدامات کلم می رو دنج دیگه باز کار کن باز میشه اینجا کار کردم میریم کار کردم دسی ولی که نه دخو موبایل ده خدا خو موبایلی قمار ده. و این هم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که در آخر زمان عادت چی می باشه؟ گناه نامش تغییر داده میشه. شرابخور نمیگه که شرابخور است. سابق من فلانی نفر شرابی است بسیار لچک انسان است شراب خور است نشه میکنن بی غیرت است بی حیا است. آل باز چی میکنن؟ آل برش نمک های خوب خوبش دوا میخوره دوا میخوره. سابق اگر یک نفر یک گناه خطرناک هم میکرد باز بچه فلانی که است لواطتکار است بسیار چتل انسان است. فلانی کاکاگک که میبینی بابا نکت بچه ها اتاق چیز میکنن بسیار چتل انسان است. آنه باز چی میگه؟ همجنسگرا است. خب همجنسگرایی چی هست؟ همجنسگرایی هست بس اونمو خرمو خر است لیکن برش پالان جور کردن نه پالان نه برش جور کردن بس کلاگی میگه خب هی بسیار چیست نامک های انگلیسی انگلیسی رو برش میره جور میکنه بازور ترجمه میکنه میره. و اصطلاحات اسلامی خوب که است بازور چی میکنه سر از اون نامه های خطرناک هم میمانن به خاطر خراب کردن ذهنیت ها. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم بر ما و شما همیشه توصیه اینمی هست که انسان مسلمان باشی باشه کیسون فاطن
کیسون بسیار زیرک باید باشه، فطرون بسیار دقت نظر داشته باشه، بفهمه که اینی فایده داره، اینی ضرر داره، اینی موافق اسلام است، اینی مخالف اسلام است. و به این شکل یک نفر یه چی خوانده بود؟ گفته بود کیس قطن برجی بنبست، المؤمن کیس فطن، یعنی مؤمن باید چی باشه؟ کیس بسیار زیرک باشه، فطن بسیار دقیق بین و دوراندیش باشه. این باز خوانده بود که المؤمن کیس قطن، مسلمان که از برجی پنبه وارست، هر طرف لولش دادی لول خورده بره. اینال برادر عزیز، خواهر محترم، برادر مسلمانی که در هر جای هستی، کوشش کن که از این وسیله الله متعال میگه یا ایها الذین قوا انفسکم. بسیاری کسا مبادله را گرفته، دیگر پیسه دار که شده گالاجیش، ماشاءالله تو بیا دختر جان تو رازم ارجانه، یا واقعا میدر تراوری در اقا تلفون نچلی در دسته دسته چکیگی دسته والا والی را دسته والی ها دیدوایی دسته والا تلفون میدر تراوری نو دهت وقت لرجانه. و این دخترش وقتی که دسته میکنه یک دو تا که دسته والا را زد در روز سیر سعی کنی که دسته والا کت یک آقا سی والا وقت لکونه تخیل بله. آدم مرد مسلمان برای دختر جوان خود این تلفونی که بسیار خطرناک است و او نمیتونه که چه قسم استفاده بکنه و بچه های خورد خورد خود آورده امیره میده، حتی از طریق فیلم کارتونی، بعضی فیلم های کارتونی نسل کنی دو تا مایگه که میره در بین دو تا مایگه کال در چوشیر با شکایات میده مایاره، این مایی رو مذکر جور میکنه، این معنیز جور میکنه، این سر از یه عاشق میشه، این سر از یه عاشق میشه، از طریق فیلم کارتونی. حقش نیست که پدرش ولی بچه های که من بسیار نازدان است، او کمی اول آمد ایواز که سلام بده، سلام خیالش نداده که یار یک میمون است یا در خانه آمد بچه های سلام زده که ورسد کاکا لاز دیمه شروع کن به خواه هم دستی بود او سوال چه علک رازی سهل میکنه میبرید باش کجا حمله میکنن؟ در جیب پدر حمله میکنن و این موبایل است و این بچه از این بیدین منافق بینماز غلطکار دخترایشان کلشان برشان موبایل های چیست که این افتخار میکنه که ما موبایل اطرا داریم. الله متعال میگه که قو انفسکم و اهلیکم نارا و خودها الناس و الحجاره. درست است کافرها برنامه داره، تو اینا را وقایه کن، تو برشان رهنمایی بکن، تو موبایلی که در بین از فتنه و فساد است و فسق است فجور است این را دست از او قرار نده. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه من را منکم منکرا فلیغیره بیده، با دست تغییر بده. فا ایلم یستطیع فا به لسانه، اگه نتانست با زبان خود، اگه نتانست فا به قلبه، با قلب خود از بد ببینه و ذالک اضعف الایمان. الله متعال همه ما به شما را توفیق عمل نصیب بکنه. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم.